مسائل گوناگونی مطرح شده. من شاید خوب باشه از سوالی که در واقع دو نفر مطرح کردن، که خانم مریم مطرح کرد، یکی هم آقای دکتر اخیرا مطرح کرد، مسئله چراییه. مسئله در از من سوال بسیار بسیار مهم و به جاییه، همونطور که خانم مریم گفت، اصلا چرا بخوایم یه همچین کاری بکنی؟ چرا یه نفر که داره این کار رو میکنه بخواد یه الگوریتمی رو خودش اجرا بکنه؟ من برمیگردم به یه مثال از رفتار خودم. مثلا 20 خورده سال پیش تلفن همراه اومده بود، یکی دو تا از دوستان من تلفن همراه داشتن. من میتونستن مثلا وسط خیابون مثلا با چه میدونم کالیفرنیا صحبت کنن اینا، و برای من جالب بود، ولی من اصلا حاضر نبودم که برم تلفن همراه داشته باشم اینا. مدت ها سالیان سال طول کشید تا فواید داشتن تلفن همراه جا افتاد. فایدهش وقتی جا افتاد، اون موقع به طور توده‌ای مردم هجوم آوردن به داشتن تلفن همراه. و این در واقع مثالی که اینجا میخوام بزنم. چرایی جریان اینه که بنا به فرضی که خدمتتون عرض میکنم، شما اینجا یه معاهده دارین که در عوض اجرای این پروتکل، اتفاقی که براتون میفته اینه که خلاق میشین. یعنی شما یه نوجوانی رو در نظر بگیرین تو دانشگاه استنفورد. دو تا از این نوجوانا 20 سال پیش، 20 و چند سال پیش گوگل رو ساختن و الان خب یکی موفق ترین کمپانی های دنیاست. اول که گوگل رو ساختن، شما کتاب پروفسور زوبوف اگه مطالعه بفرمایید، پروفسور هاروارد در زمینه روانشناسی اجتماعی و حقوق، ایشون میگه که سال اول اصلا تمام اصل گوگل بر این بود که بتونه خدمت بکنه به جامعهش، یه جستجوگر بهتری از بقیه جستجوگرها بیرون بده. همش این بود، درست؟ و بعدن دیدن که نه، این میتونه سودآور هم باشه، افتادن تو کار سودآوری، درست؟ حالا اینجا برمیگردم به صحبتی که شد در مورد که چرا طمع داریم، عدم امنیت. این کاملا درسته، ولی ببینید این عدم امنیت، درسته که شروع ماجرای این بود که گوگل شروع کنه داده های اطلاعاتی رو آنالیز بکنه و بفروشه و اینها، ولی بعدش که اینا میلیاردر و میلیاردر شدن، این طمع همچنان ادامه داشت. عدم امنیت خودشو به چه صورتی نشون داد؟ که الان فیسبوک هم اینو فهمیده، فیسبوک هم رقیب ماست، ما باید بتونیم در این رقابت با فیسبوک بیشتر تبلیغ بکنیم، بیشتر استفاده کنیم. یعنی این منطقیه که پول به همراه داره. این واقعا انسان نیست که میلیاردها دلار احتیاج داره. اینکه شما میلیاردها دلار میخواید چیکار بکنی؟ ده ها میلیارد دلار میخواید در زندگی چیکار کنی؟ آخر سر باید بذاریم برای براستون. میلیون دلار به شما آرامش نمیده، بدتر عدم اطمینان میده، چون فکر میکنید ممکن از بین بره، توی بازار بورس از بین بره، تو بانک از بین بره، به تاراج بره و غیر و ذالک. یعنی این نمیتونیم درست باشه که صرفا عدم امنیته. با عدم امنیت شروع میشه. بله. حالا سوالی که من میکنم اینه، شما فرض کنید همین دو تا جوان استنفورد که گوگل ساختن و اول آرمانهای انسان دوستانه داشتن، میخواستن به جامعهشون کمک، میخواستن به دانشگاهی ها کمک کنن، میخواستن به تکنولوژیست ها کمک بکنن. یا شما بیاین به همچین جوونی در این دوره خلاقیت تکنولوژیکش این دو تا بدیل رو بدین، که شما میتونین بریم گوگل رو در راه حد اکثر رسوندن سوداوری جلو ببرین، ده ها بلکه صد ها میلیارد دلار انباشت اولیه سرمایه بکنی و تبدیل بشی به اون چیزی که الان گوگل هست،
یا اینکه میتونیم به جای اینکه صرفا برین دنبال انباشت اولیه پول، بینو ادامه بدین در یک کار خلاق، همین خلاقیتی کردین و اثری بذارین از خودتون که مثل موزارت باشه، مثل اینشتین باشه. برای اینکه اینایی که گوگل رو درست کردن 200 سال دیگه آیا اسمی ازشون مونده؟ انقدر شبیه اینها خواهد بود که اصلا اسمی از اینها در تاریخ نخواهد موند. ولی اسم موزارت، اسم اینشتین، اسم فروید، اسم اینایی که خلاقیت های بزرگ داشتن پایدار میمونه. یعنی شما اگه این دوتا بدیل رو در مقابل همچین جوانی قرار بدین و بتونین ثابت کنی که این پروتکل در عمل باعث بالا بردن توانایی در حل مسئله میشه، باعث بالا بردن خلاقیت در بشر میشه، اگه اثباتش اثباتی باشه که قابل قبول باشه، اثبات علکی نباشه، اثبات کاذب نباشه، من قول میدم شاید 90% کسایی که در اون موقعیت قرار دارن ترجیح میدن یه اثر ماندگار در زندگیشون به جا بذارن تا اینکه صدها میلیارد دلار پول به جیب بذارن، مالیاتی جا ندن، کارمنداشون رو بیکار بکنن اگه موقعیت اقتصادی ایجاب بکنه اینها و هزار بلا سر افراد بیارن. این الان گوگل با هزار دوز و کلک سعی میکنه داده های مختلف رفتاری و ذهنی و عاطفی و هیجانی ما رو بدزده. این خیلی ساده است. این کاری نبود که این دوتا جوان استنفورد اول میخواستن بکنن، کشیده شدن به این راه. ولی اگر این پروتکل بتونه خوش نشون بده و این خیلی راه تا موقع، ما تا حالا دوتا پایلت انجام دادیم ولی صدها مورد انفرادی داریم در ایران، یعنی درمونگرایی که متدهای مختلف غربی رو بلد بودن، CBT، سکیماتراپی، ریالیتی بیس تراپی، متدهای مختلف رو بلد بودن، وقتی متدی یاد گرفتن الان سال هاست اولین پیشنهادی که به مراجعین خودشون دارن این متده، ولی بازم این هیچ چیزی ثابت نمیکنه. اگر اینجا یه اگر بزرگ من باز میکنم، اگر بشه اینو ثابت کرد از طریق ما، الان مثلا پایلت های ما هیچ کدوم گروه کنترل نداشتن، خیلی اصلا قبول نمی کنن اینو، بله اندازه تاثیرش خیلی بالاست، ولی آیا اینو میشه تکرار کرد در جامعه اروپا؟ آیا یه سری مسائل داخلی ایران موجب این نشدن؟ آیا با گروه کنترل همین نتیجه میتونه؟ اگر بزرگیه، ولی اگر بشه اینو نشون داد و نشون داد که این پروتکل خلاقیت میاره بالا، و بالا بردن خلاقیت کار 8 هفته نیست، ما فعلا پروتکل رو برای 8 هفته داریم اجرا میکنیم، ولی اونایی که این پروتکل رو اجرا میکنن و بعدا میبینن فایده داره و ادامه میدن برای ماها و بلکه سالها، این پروتکل خوبی که داره اینه که بعد از اینکه یاد گرفتی در زندگی روزمره‌ت میتونی انتگره کنی، یه لازم نیست مثلا یه جلسه به خصوص بذاری بشین یه جا مثل مدیتیشن یا CBT و اینا، در زندگی روزمره‌تون خوندن آواز، رقصیدن و پروتکل‌های دیگر میتونی انتگره کنی که فی‌البداهه بیان این پروتکل‌ها رو اجرا بکنی، به طوری که ما کسایی داشتیم که الان مثلا بیشتر 10 سال این پروتکل رو انجام دادن، زندگیشون به طوری عوض شده که مثلا فرض کن طرف دو قطبی بوده، طرف وسواس‌های عجیب داشته، طرف شخصیت مرزی داشته، زندگیشون کاملا از این رو به اون رو شده. از خب اینا مواردی که من دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم، هنوز اینا ثابت نشده، هیچ مدرکی نیست، به قول انگلیس anecdotal evidence، یعنی یه سری مدارکیه که همینجوری میشه مطرح کرد ولی هیچ چیز ثابت نمیکنه. ولی بحث من اینه که این پروتکل اگه بتونه ثابت کنه که خلاقیت میتونه بره بالا، اون موقع موج مردم ازش استفاده خواهند کرد و فکر کنم حتی کسی که
افتاده تو کار مالندوزی، ممکن یه جای دست میگه من چقدر میخوام زندگیمو بذارم در استراب اینکه آیا حالا نرخ سودم امسال 20% یا 30% یا 50% یا 10%، من دیگه بسه، چیزی که در اولم بسمه دیگه، برای هفت پشتم بسمه، بذار این کار رو انجام بدم ببینم از این چه نتیجه حاصله. اینجا فرض بنده اینه، ممکن فرض کاملا از از علمی اشتباه باشه، درست، ولی فرض علمی اینه که این پروتکل، اول پروتکلی نیست که بنده ابدا کردم، پروتکلیه که مادر طبیعت طی میلیون‌ها سال اینو توسعه داده با به وجود آمدن زبان در آدمیزاد، این یه جوری تکامل پیدا کرده. تو پستاندارا هست، تو میمونا هست، تو بشر تکامل پیدا کرده. این پروتکل، تنها کاری که بنده کردم اینه که از یه پروتکلی که دو عملگر با هم اجرا میکنن تبدیل کردم به پروتکلی که یک نفر با خودش انجام میده، که خودش رو تقسیم میکنیم به دو تا عملگر، بالغ و کودک، که اون کودک از طریق عکس‌های دوره کودکی یا آواتار دوره کودکی نمایش پیدا میکنه، و بالغ اون شخص اون بخشی از مغزشه که این پروتکل فقط میفهمه، از استدلالی میپذیره که بله ممکنه این جواب بده. اینو به صورت یه پروتکل خود اجرایی بنده از روی طبیعت گرفتم و فرموله کردم، ادعا میکنم بر اساس تجربه مختلفی که تو 12 سال اخیر داشتم، ادعا میکنم که هر نوع بیماری روحی روانی رو میتونه جواب بده. یعنی الان مثلا ما داریم تو مکزیک روی ایتینگ دیزوردرا کار میکنیم، به نظر من روی اوتیزم قطعا جواب میده. مواردی داشتیم که گفتم روی دو قطبی جواب داده، دو قطبی محور دو جواب داده، حتی توی اسکیزوفرنیا و دو قطبی محور یک بنده فکر میکنم اگر با دارو درمانی اینا تحت کنترل باشن و این پروتکل انجام بدن، به اندازه کافی اینا قوی میشن از نظر انسجام شخصیتی که کم کم بتونن داروشون رو ترک بکنن با تجویز دکتر. البته در اینجا برای که این یه پروتکل تمامگراست، پروتکلی که ساخته طبیعت نه ساخته بنده. حالا اینجا میریم به صحبت که شد که آیا هوش مصنوعی زیر مجموعه از هوش طبیعی هست یا نه. به نظر من هست، در این شکی نیست، ولی الان ببین کی هوش طبیعی رو به اون صورتی که بنده خدمتون عرض کردم اصلا اسمش رو شنیده. این واژه‌ای که بنده در آوردم، حالا ممکن کسایی دیگه هم گفته باشن، نمیدونم، من تحقیق نکردم که دیگران هم گفتن یا نه، ولی به این شکلی که بنده عرض میکنم، یعنی هوش اجتماعی، هوش هیجانی و خلاقیت که به شکل آدمیزادش فقط در آدمیزاد وجود داره، حتی جوانه‌های از این واژه وجود داره در شامپانزه ها، در خیلی موجودات دیگه، ولی تو آدمیزاد در این سطح وجود داره که در جانداران دیگه وجود نداره. این در یه چیز جدیدیه. وقتی یه چیز جدیدیه من نمیتونم بیام ادعا بکنم که هوش مصنوعی که الان تمام دنیا رو گرفته زیر مجموعه اینه، همه به من خواهند خندید. یعنی من که یه جور مسخره میشه. این چیزی که یه نفر هیچی هم در مورد علم اعصاب نمیدونه، یا خیلی کم میدونه در مورد علم اعصاب، خیلی کم در مورد روانشناسی روش میدونه، یه مقدار کی در مورد علوم کامپیوتر رو یا یه مقدار در مورد ریاضی میدونه، به عنوان یه به قول من average mathematician، average computer scientist، یه همچین ادعای همه به من میخندن بگم این زیر مجموعه از اون. منجه اول باید بگیم یه چیزیه که مقایسهش بکنیم با هوش مصنوعی و تفاوتش رو نشون بدیم، ولی در این شکی نیست. ببینید حتی این الگوریتم که خوارزمی و دانش آموزان خوارزمی، شاگردای خوارزمی در آوردن برای حساب اعشاری، برای جذرگیری، برای حساب معمولی اعشاری تقسیم کردن اینها، خب این از طبیعت اومده. ببینیم اولا چرا اعشاری، چرا اعداد رومی دفعه همه گیر نشد؟ خیلی مشخصه که ما
ده تا انگشت داریم، محاسبه با 10 انگشت که داریم در سیستم اشعاری خیلی راحت‌تره تا حساب رومی یا حساب‌های دیگه‌ای که وجود داره بر پای مثلا عدد 16 و غیره. بچه اینش از طبیعت اومده. بچه یعنی شما مثلا دو تا عدد رو با هم جمع میکنی، دو تا اشعاری با هم جمع میکنی، چجوری جمع میکنی؟ میان اول یکانش رو در نظر میگیرین، با هم جمع میکنین، بعدن دهگان رو جایگزین یکان میکنین، یعنی دوباره شروع میکنین، یه جایگزینی میکنین و تکرار میکنین. یعنی کاری که خوارزمی کرده و کاری که همه افرادی که تو هوش مصنوعی کار میکنن اینا، این صرفا یه الگوریتمی که در طبیعت بوده. و که طبیعت کاری که میکنه چیه؟ طبیعت یه فرد به وجود میاره، این فرد نوزاد توسط مادرش بزرگ میشه، به طوری بزرگ میشه که بعدا بتونه خود بچه دار بشه و این دوباره شروع میشه، جایگزین میشه، تکرار میشه. یعنی اون کسی که قبلا نوزاد بوده الان مادر شده، الان یه نوزاد جدید داره که جایگزین اون مادر نوزاد قبلی میشن و تکرار. اون پروتکل ایجاد رابطه عاطفی و دلبستگی ایمن از طریق رسیدن به موقع و مناسب به کودک رو دائما تکرار میکنه، هزاران بار تکرار میکنه تا بچه بتونه بزرگ بشه بره کار پیش کار خودش، به کار خودش. در اینجا این یه پروتکلی که از طبیعت اومده و به خاطر صحبت هایی که خدمت رو عرض کردم، به هر حال هوش مصنوعی از کره مریخ نیومده، از مغز انسان اومده. دقیقا الگوریتمایی که در بد و امر الگوریتمایی که انسان باش کار کرده. مثلا فرض کنیم همین دیپ لرنینگ که سعی میکنه یه خصیصه ای پیدا کنه از مثلا یه دیتایی، یه اینپوتی. خب این از کجا آمده؟ این دیپ لرنینگ لایه های مختلف شبکه های عصبی مصنوعی، ایدهش از کجا آمده؟ من که میرم تو خیابون یه نفر از دور میبینم یا آیا من اینو میشناسم؟ اولین چیزی میگه آیا این مثلا بچه هست، بزرگ، مؤنث، مذکره، چه گروه سنی داره؟ دنبال خصائلش میگردم تا این بیشتر بیشتر نزدیک بشه، تا آخر سر متوجه میشم مثلا این فرض کنم حتی مثلا ممکنه آسیایی باشه، مثلا ممکنه چینی باشه، این یکی از همکارای منه. خصائلش، این ایده دیپ لرنینگ کاملا از مغز انسان اومده. یعنی اینو همه نتیجه شکل مغز انسان و در واقع شکلی که ما ذهنمون کار میکنه. و این پروتکل هم که در طبیعته، حالا یه سوالی که به نظر من اینجا خیلی بجاست اینه که خب الان 70 سال میگذره، چرا یه آدم میانگینی مثل بنده که دانشش خیلی محدوده در تمام زمینه‌های مختلف، چرا این بعد مثلا به فکرش رسیده باشه؟ این مثلا نشون نمیده که یه اشکالی این داره؟ به نظر من نه. ببینید، برای اینکه ما در جوامع سرمایه‌داری داریم زندگی میکنیم، یعنی اون مدل ریاضی که میخواستم خدمتون ارائه بدم که توضیح میده چجوری این پروتکل کار میکنه در مغز، این در واقع یه شبکه مصنوعی حافظه است که 42 سال پیش اولین بار توسط فیزیکدان آمریکایی به وجود اومد. اولین شبکه مصنوعی حافظه بود که اول چکار میکنه؟ میاد پس کن تصویر تمام فارغ التحصیل دانشگاه اتاوا رو میگیره، تصویرهای فعلیشون رو ضبط میکنه از طریق قانون هب، یه قانون روانشناسی هب که یه سلول اگر سلول مجاور خودش رو دائما تحریک بکنه، اون حلقه رابطی بین اینا تحکیم میشه و این پایه یادگیری از طریق یه رابطه
هبیان که رابطه هبیان برای شبکه مصنوعیه، هوپفیلد اومد این شبکه رو تعریف کرد. تمام بلا استثنا تمام کسایی که روی این کار کردن و الان شاید 15-16 هزار تا در واقع مقاله به این استناد کردن، همشون برای سوداوری تکنولوژیک می‌خواستن از این استفاده کنن، برای تشخیص افراد مثلا در کارهای جنایی و پلیسی و غیر و زاره کارهای مختلف. هیچ کسی به فکرش نرسید که از این استفاده کنیم، آیا ما میتونیم یه مغز آدم افسرده رو با این شبکه حافظه نمایش بدیم؟ مغز چه فرقی هست بین مغز یه آدم افسرده با یه تصویر آدم معمولی؟ آدم افسرده حتما یه افسردگی در زندگیش داشته، مادرش افسرده بوده، پدرش افسرده بوده، خودش به خاطر یه ترامای افسرده شده، یه تصویر افسردگی در ذهنش داره، ولی این کافی نیست. یک تصویر افسرده یه آدم افسرده نمی کنه. اون تصویر باید بارها و بارها تکرار شده باشه تا این شخص افسرده بشه. در اینجا شما توی این مدل بسیار ساده که فیزیکدان آمریکایی هاپفیلد ارائه داد، میتونین یه مغز آدم افسرده رو بیاین مدل سازی بکنین از این طریق که بیاین مثلا یه sad smiley face رو بگیرین، مثلا به جای اینکه یک بار ذخیره بکنین، ضبط بکنین، بیاین اینو 10 بار ضبط بکنین، بقیه تصاویر رو هر کدوم یک بار ضبط بکنین. ما این کارو انجام دادیم، این آزمایش انجام دادیم، یعنی سمایلی فیس غمگین رو گرفتیم 10 بار ضبط کردیم دو حافظه، یه سری تصاویر دیگه مثلا سمایلی فیس های دیگر رو تو عواطف مختلف گرفتیم، هر کدوم یک بار ضبط کردیم. بعدش اومدیم ببینیم آیا میتونه چجوری تشخیص میده سمایلی فیس ها، یه سمایلی فیس، هر سمایلی فیسی جلوش بذاریم اون سمایلی فیس غمگین رو القا میکنه و باز تولید میکنه. یعنی مثل این میمونه که ما تکنولوژیست ها همه اومدن این پلتفرم هاپفیلد رو گرفتن، فارغ التحصیل دانشگاه اتاوا رو همه رو ضبط کردن، حالا مثلا تصویر آقای ناجی رو، تصویر فعلی آقای ناجی رو مثلا بعد از چندین سال بهش دادن، این هاپفیلد مدل فورا میفهمه که نزدیکترین تصویر به تصویر کنونی آقای ناجی، تصویر آقای ناجی اون موقع که فارغ التحصیل شده است، اینو میفهمه. این در واقع اولین مدل دیپ مدل لرنینگ بود از طریق شبکه‌های مصنوعی عصبی. ولی ما تو 2013 تقریبا بعد از 30 و چند سال اولین گروهی بودیم که من با یکی از دانشجوام این آزمایش کردیم که بتونیم یه مغز غمگین درست بکنیم. ما نه تنها مغز غمگین درست کردیم همونطور که خدمتتون عرض کردم، بلکه اومدیم گفتیم حالا چجوری میتونیم این آدم غمگین رو آدم شاداب بکنیم. اومدیم یه سمایلی فیس شاد رو اومدیم 15 بار به جای 10 بار 15 بار ضبط کردیم تو حافظه همین شبکه. همین شبکه 10 بار سمایلی فیس غمگین رو داشت، اومدیم شبکه، اومدیم سمایلی فیس شاد رو 15 بار ضبط کردیم. حالا هر سمایلی فیس رو بهش دادیم، به جایی که سمایلی فیس غمگین رو باز تولید کنه، به احتمال خیلی زیاد، به احتمال 95% اون تصویر شاد و اون سمایلی فیس شاد رو میاد ارائه میده. یعنی ببینید این یه مدل خیلی ساده است. حالا از من سوال شد، آقای دکتر از من سوال کرد که آیا مثلا معادلات دیفرانسیلی هست که بتونین اون توضیح بده؟ معادله دیفرانسیل وجود نداره، ولی فعلا وجود نداره، ولی ما یه مدلی هست که مال یکی از دانشمندان علوم اعصاب، حتما دکتر ماش آشنایی داره، کارل فریستن، که اگر گوگل رو قبول داشته باشیم بیشترین موارد استناد به مقاله رو در دنیا داره که در دانشگاه UCLA اینجا هست، که در واقع یکی از ممتحنین، یکی از دانشجویان دکترای منم بود.
اگه من با این دانشجو دکترا که در واقع 5 سال پیش دکتراش تموم شد گفتیم از روی مدل کارل فریستن، یه مدلیه به اسم فری انرژی پرینسیپل، یا فری انرژی در واقع مقوله‌ای از فیزیک اومده، ولی کارل فریستن ادعا داره این فرضشه که فری انرژی یه مقوله‌ایه که در واقع اعجاب و سرپرایز رو اندازه میگیره در موجودات زنده، نه فقط در آدمیزاد، در موجودات زنده. و اصل انرژی آزاد، اصل فری انرژی یا اصل سرپرایز کارل فریستن اینه که هر موجود زنده طوری عمل میکنه بر اساس ذهن شرطیش، شرطی احتمالیش، که میزان اعجاب و میزان سرپرایز رو به حداقل برسونه. مثلا فرض کن یک کلاغ نمیخواد یه دفعه متعجب بشه که یه آدمیزاد مثلا در نیمتریشه که الان میتونه مثلا پاشو بذاره اون کلاغ، فوراً فاصله میگیره، در میره. این مدل فری انرژی پرینسیپل خیلی جاها کار کرده و نشون داده که درست، البته اثبات کامل نداره، ولی خیلی جاها نشون داده که مدل مناسبیه برای مدل سازی موجودات زنده. ما گفتیم آیا میتونیم دلبستگی یک نوزاد رو به مراقب اصلی از طریق فری انرژی پرینسیپل مدل سازی کنیم، و آیا دلبستگی به خود و سلف اتچمنت رو که این پروتکل، آیا اینو میتونیم از طریق این کار انجام بدیم؟ و این همطور که آقای دکتر فرموده، این از ریاضیات گسسته استفاده میکنه، نه از ریاضیات بخش از ریاضیات گسسته استفاده، نه از ریاضیات پیوسته، یعنی معادلات دیفرانسیلی رو نداره. ولی به هر حال اگر به مقاله های کارل فریستن مراجعه بفرمایید، میگه که خیلی ریاضیاتش پیچیده است. یعنی هر کسی در وهله اول فکر میکنه خیلی خیلی ریاضیاتش پیچیده تر از ریاضیاتی که دیپ لرنینگ اینا داره اینا، ولی به هر حال ریاضیاتی که در عمل کار کرده و نشون داده که میتونه به درستی رفتار موجودات زنده رو پیش بینی بکنه. و خب این دانشجو من تز بخش اصلی تز دکتراش در مورد این مدل سازی بود، و این نشون میده که در این مدل سازی ما یه طفل و یه نوزاد رو به صورت یک عملگر، یک ایجنت در نظر میگیریم، و این مدل نشون میده که طفل در عمل میتونه متوجه بشه با چه مراقب اصلی سر و کار داره. آیا مراقب اصلی که به اندازه کافی خوبه، یعنی اساسا میتونه رفتار، میتونه جواب به موقع بده و جواب مناسب بده به ناراحتی های کودک، یا نه ترد میکنه کودک رو، یا به طور غیر پیگیر جواب میده، یعنی بعضی وقتا اینطوریه بعضی وقتا اونطوریه. ما نشون دادیم که طفل بدون اینکه قبلا بدونه، طفل نوزاد که مدل سازی میشه بدون که قبلا بدونه مراقب اصلیش چجور مراقب اصلی، یعنی با چه مراقب اصلی طرفه، در عمل با کنوکاش‌های مختلف، با تعاملات مختلفی که میکنه متوجه میشه که این چه نوع مراقب اصلیه، و اون وقت برای بهینه‌سازی در واقع خودش، اعصاب خودش که در واقع استرس خودشو به حد اقل برسونه، یکی از رفتارها رو مناسب و پیش میگیره. یعنی آیا میره برای اینکه پشتیبانی بگیره از مراقب اصلیش وقتی ناراحت میشه، یا اینکه اجتناب میکنه برای اینکه میدونه که بر اساس تجربه میدونه که ترد میشه، یا اینکه بلا تکلیفه نمیدونه آیا این دفعه مراقب اصلیش تردش میکنه یا نه ازش مراقبت میکنه، در اینجا استرابی دلبستگی داره و اینا. اینو متوجه میشه و در عمل میتونه اون واکنش مناسب انجام بده که استرسش رو به حداقل برسونه. اینو از طریق تئوری بازی ها و از طریق اصل انرژی آزاد تونستیم مدل سازی بکنیم، و اون وقت این به ما یه مدل میده برای دلبستگی به خود، برای پروتکلی که این پروتکل طبیعت رو به صورت یک پروتکل خود اجرایی در آورده، و اونم به این شکل که، و این توی تجارب ما توی پایلت های ما دیده شده،
تمام داوطلبان اول به طور، یعنی اینجا بازی پرانتز باز کنم، مراقب اصلی خیلی ساده اینجا مدل سازی میشه، مدل سازی مراقب اصلی که تا چه اندازه با چه احتمالی جواب میده به ناراحتی اون کودک، آیا با احتمال خیلی کم جواب میده، با احتمال متوسط نزدیک 50% یا با احتمال خیلی زیاد نزدیک 1%. و این سه تا احتمال مختلف، یعنی خیلی کم، متوسط یا خیلی زیاد، نوع مراقب رو تعیین میکنه. یعنی کسی که خیلی کم پاسخ مناسب میده، مراقب اصلیه که دلبستگی اجتنابی به وجود میاره برای کودک خودش. اون کسی که با احتمال خیلی زیاد پاسخ میده، در واقع مراقب اصلی که دلبستگی ایمن میتونه با کودک خودش به وجود بیاره، و اون مراقب اصلی که تقریبا 50-50 است، دلبستگی استرابی با کودک خودش به وجود میاره. حالا تو آزمایش هایی که ما دیدیم، تو این پایلت هایی که دیدیم، یه چیز خیلی جالب متوجه شد، اینه که این 8 هفته مداخله که دلبستگی به خود درش هست، تو اون هفته اول اون بالغه اصلا براش مشکله که اون رابطه عاطفی پرحرارت رو با کودک خودش به طور تخیلی و تجسمی برقرار کنه. یه جوری اجتناب میکنه، یعنی یه جوری نقش اون مراقب طرد کننده رو بازی میکنه. بعدش یه کمی نقش اون مراقبی که در واقع دلبستگی استرابی وجود میاره رو میکنه. 50-50 بعضی موقع میتونه از اون کودک اون استراب خودشو، نگرانی خودشو، افسردگی خودشو بتونه فرافکنی بکنه رو عکس کودکیش یا اون آواتارش. وقتی فرافکنی رو کرد و آواتار خودشو در حال ناراحتی دید، شروع کنه اون آواتار رو وجد بده، آواتار رو دلداری بده، بتونه آروم بکنه و بعداً وجد بده، به شادی درش بیاره. اینا این پروتکل دیدیم که بله، اول طرف به طور اجتنابی رفتار میکنه، بالغ طرف، بعداً به طور استرابی، و آخر سر تو هفته های مثلا از هفته پنجم تا هشتم، 4 هفته آخر، میبینیم بیشتر داوطلبان تونستن این کار رو انجام بدن، خیلی راحت رابطه عاطفی در واقع دلبستگی ایمن با کودک خودشون برقرار بکنن. درنچه اینم یه جوابی به سوالی که در این زمینه مطرح شد. حالا سوالای خیلی زیادی دیگه هم شده در رابطه با اولین سوالی که شد، در رابطه با نقش ریاضیات در قرون وسطای تمدن اسلامی. بله، تا قرن 17 مورخین در واقع تا 50 سال پیش شد، تا 40 سال پیش مورخین علم همه فکر میکردن که در واقع حساب دیفرانسیل اولین بار در فرانسه توسط ویت، یعنی مشتقگیری برای تعیین ماکزیموم مینیمومینا توسط فرانسوی ابدا شد. ولی 45 سال پیش رساله کشف شد از شرف‌الدین توسی که یه ریاضیدان توسی بوده، با اون توسی معروفمون خیلی فرق داره، یه توسی دیگه است. شرف‌الدین توسی در واقع 10-12 سال قبل از حمله مغول فوت میکنه و در کار این متوجه شدن بله، یه ریاضیدان ایرانی بوده که بله اولین بار مشتق گرفته برای تعیین ماکزیموم و مینیموم کثیرالجمله‌ها. دنجه این برمیگرده به اون. و خب این منشأش رو شما میتونید در مقاله فاجعه‌زدگی مغول بنده که توی وب پیج ما هست، یعنی توی وب پیج ما اگه ما مراجعه بفرمایید، آخرین مقاله که توی لیست مقاله هست در رابطه با فاجعه مغول اونجا هست. و آقایون دیگه، خانوم ها اینا خواستن که مراجع دیگه، همه مراجع توی مقالات هست. حالا حتی اون مقاله
پایلتی که در ایران انجام دادیم به اندازه کافی توش مراجع هست که بتونه آشنا بشین با فرضیه که ما داریم. هنوز در سطح تئوری هم حتی نیست، فرضیه هست که حالا منطقه چون چالش پردازه در جای احتیاج به کمک داریم و آخرین صحبت که اینجا میخوام بکنم اینه که اینو ما اجرا بکنیم و به خاطر زمینه کار بنده که توی ریاضیات عمومی کامپیوتر هستم من مستقیما به مریض دسترسی ندارم. اگه آقایونی که یا خانمایی که در کارهای حرفه‌ای خودشون به مریضا دسترسی دارن یا به جمعیت غیر بالینی دسترسی دارن برای کار علمی اینها میتونن به ما خیلی کمک بکنن برای تعریف پروژه‌های مختلف. خیلی ممنون.